شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. بعد شما هستید. خواهش من بفرمایید. آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتون داشتم. اولین سوالم راجع به دخترم هستش که دخترم 21 سالشه. من خیلی خلاصه براتون اینجوری بگم که خب اول نه بسب کنین تصب قبلن شما و همسرتون چند سال دونه، چون اینا مهمند. من حدوداً 45 سالمه، شوهرم حدوداً 51 سالشون هستش. من یه دختر دارم و یه پسر. چند سالن؟ پس دختر؟ دخترم 21، پسرم 17 سالشونه. چه مدتی است؟ اگر امریکا هستید از امریکا تلفن میکنید؟ نه، من از اروپا تماس میگیرم. خودم حدوداً 21 ساله، شوهرم حدوداً 30 تا 35 ساله. و هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من توی ایران لیسانس هم گرفتم، شوهرم رشته مهندسی میخوندن توی اروپا، ولی نصف ول کردن تا نخوندن. خب الان چه شغل و کاری هر دو دارید؟ شغل آزاد داریم، یعنی جفتمون داریم آزاد کار میکنیم. ولی با هم هستید یا جدا جدا؟ بله با هم هستیم و با هم هم کار میکنیم. بسیار عالی. خب حالا چه خبر هست در مورد دخترتون؟ حقیقتش من از طرف خانواده خودم و شوهرم از طرف خانوادهش همه جور بیماری که شما همیشه ازش اسم میبری رو به صورتهای مختلف داشتیم و من با برنامه شما که آشنا شدم دیدم خب خیلی از این حالت ها توی دختر منم هست که از پدر گرفتن یا یه سری از چیزایی که اشتباهی که حالا تو مسئله تربیتی هم ما داشتیم دخترم هم گرفته. دخترم بسیار دختر آرومیه و خیلی ترسای زیادی رو تو خودش داره. به صورتی خب نمیخوام، نه من مجبورم همینجا چون مهمه عزیز. خب آدم آرومه مشخصش این است که احساس امنیت و آرامش میکنه، پس ترس نداره. ببینید اشکال کار دقیقا همینه، یعنی متاسفانه بسیاری از اوقات رفتار و یا گفتار و عمل فرد درست عکس چیزی است که در درون اوست، یعنی بیرونش ظاهرا ساکته آرامه ولی در درونش قوقا و طوفانیه و این اون چیزی است که متاسفانه هست. و به همجاست که خیلی از اوقات من خدمت دوستان حرف این است که مثلا حتی تو آشنایی برای ازدواج که طرف خیلی آرومه، نه اون آروم نیست، در حقیقت متوقف شده، مثلا مرده، آرامشی نداره. خب مرده هم آرامه ولی این آرامشش نشانه نیست که زندگی است که با آرامش همراه. بنابراین آنچه که میفرمایید چون مهمه، شما در حقیقت درباره کسی صحبت میکنید که استرابش یا نگرانیهاش که پشتش متاسفانه افسردگی و خیلی چیزهای دیگه هست سبب شده که ظاهرا اون جنب و جوش و حرکت رو نداشته باشه به صورت مثبت، یعنی اون شور و شوق و هیجان. حالا سوال من این است که به جای اینکه بریم وارد این بحث بشیم، رفتار دخترتون، یعنی رفتارش گفتارش الان به چه صورتی، یعنی چه چیزی که شما رو نگران و ناراحت میکنه؟ آقای دکتر، یکی این که من اصلا با این داستان آشنا نبودم که دختر من اگر آرومه، اگر اینجوریه، دلیل بر اون فشارهایی که روشه یا ترسایی که حالا یا بکن نکنهایی که خود من خیلی روش داشتم سر درس و چیزای دیگه، این باعث شده. و فکر میکردم که طبق حرفی که همشه ما تو ایرانیا میزنیم، میگفتن که این توپ باباشه و آرومه، که من این سالهای آخر که با شما آشنا شدم تازه فهمیدم که اصلا داستان از چه قراره. یه مقدار فکر کنم دیر من به این داستان رسیدم. الان مشکلی که هست اینه که دختر من رشته سنگینی رو داره، میخونه توی یکی از شهرهای کوچیکی که ما زندگی میکنیم، یعنی ما خودمون تو شهر اصلی هستیم ولی یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب توی یه شهر بومی این کشوری بود که من زندگی میکنم و دخترم که اونجا رفته بسیار تنهاست، چون با آدم های بومی اینجا که خیلی خوشگن، خیلی ارتباط اروپایی ها رو دیدین چجوری هن، با اینا نمیتونه متوجهم بگیره. و خب چه رشته ای داره میخونه؟ رشته وکالت میخونه. خب وکالت که با یه تیپ آروم نگران که سازگاری نداره. این چه رشته ایست که اینا رو همه رو آقای دکتر من دیر بهش رسیدم. داخل به شما نه، من بحثم خودشه. یعنی ببینید آدم وکیل یا آدمی است که توانایی داره
هم مشتری رو داشته باشه، کلاینت رو داشته باشه، هم بعدن تو دادگاه بره، بعد آشکار بجنگه، حتی از تمام امکانات و فرصت‌ها استفاده کنه برای دفاع از موکلش یا احتمالاً مخالفتی که داره. و بنابراین یه آدمی میخواد که از نظر روابط اجتماعی و توانایی‌های ارتباطی فوق‌العاده خوب باشه. شما یه دختری برای من توصیف میکنید که مقداری آرام و ساکت به دلیل استراب یا ایبس و افسردگیش، خب این چه رشته ایست که باید بیرفته بخونه؟ از طرف دیگه آقای دکتر، دختری هستش که به موقع یه سری حرفایی رو میزنه که با تمامی لحن آروم و با تمامی اون آرامشی که داره، نتیجه که ما از حرف زدنشون میگیریم خیلی بیشتر از مثلا حرف زدن خود منه که خیلی یه وقتای تون پیش. حالا شما ملاک خلقت نیستی. نه شما به دست سر خودت با... خیلی خوب نه نه صبر کنین سر. ببینید این که شما برگردید، نه که اذیتتون میخوام بکنم، میگید یه آدم بسیار چاقی ساری استخوناش پیداست برای که اینقدر میدوه، نه اونو بیاد رها کنید، بیاد شما به فرض رو روش نگیرید که چه هست. مشکل شما الان با دخترتون یا مشکل دخترتون با شما و با زندگیش چیه؟ یعنی چه چیزی که شما در اون میبینید همکنون شما رو ناراحت و نگران؟ این که الان تو این سالایی که داره روبروش هست که یه چیزی حدود 7 تا 10 سال باید تو این راه بجنگه، ولی از یه طرف دیگه توی اون شهر با آدما و تو زندگی روزمرگیش الان اصلا راضی و راحت نیست. اگر 5 سال قبل بود من میگفتم آدم باید هر جوری هست فقط همون درس رو بخونه بیاد، ولی با شما بیشتر آشنا شدم که سلامتی روحی روانی، حالا روح که نه روانی بچه‌ها مهمتره. الان تماسم برای شما از شما سوالم اینه که آیا باید با توجه به اینکه الان دوستی نداره، روابط اجتماعی زیادی نداره، خودش خیلی راضی نیست و ما آپشن دیگه ای هم نداریم، یعنی خیلی دستمون باز نیستش که رشتهشو بخواد عوض بکنه یا هم دقیقا مساوی این رشته بتونیم رشته های دیگر بخونیم، تو اینجا بمونه یا اینکه نه وقتی که آخه اصلا من نمیفهمم شما. نه ببینید عزیز، شما با یه مقدار باورها و با یه مقدار خواسته ها و ایبس ها آرزوها دارید بحث میکنید با من و میدونید تمام کوشش من رو خط رادیو این بوده که ما با احساس و باور فقط میتونیم خودمون و دیگران رو از پا در بیاریم، اون رو رها کنید. چون الان تو صحبتهای شما باز هست یه چیزایی که از نظر من هیچ معنایی نداره، اصلا به شما متو مربوط نیست که مثلا رشته همسر یعنی چی؟ فرزند شما میتونه در یه جامعه مانند اروپا زندگی، اولا گفتید 21 سالشه درسته؟ بله. بسیار خوب، به من بفرمایید. بعدم ماجرای این که من تنها هستم، ببینید عزیز، من اگر آدم تنهایی هستم یعنی یه ذهنیتی دارم که من بدم، همه بدن، نتیجه رابطه بده، بنابراین تنهایی یعنی بی کس بودن، جدا یعنی بی او بودن، او نیست، مادرش نیست، ولی تنها. حالا اگه دختر شما تنهاست، کنار شما هم باشه، تو شهر 10 میلیونی هم باشه تنهاست، الان در کشورها، در شهرهای بزرگ امریکا هزاران، صدها هزار نفر آدم تنهای تنها هستن تو شهر 20 میلیون، 10 میلیون. پس بنابراین مسئله رو با جا به جایی نباید مرد. بله بسیاری از اوقات پدر و مادر بزرگترین یا خانه بزرگترین زندان بچه هاست، بنابراین ورودشون بجا بیاد به جای اینکه شما که معلومه همین گونه باورها و احساساتی دارید که با اون دارید حرکت میکنید، مجبورم اینو بهتون بگم، در حالی که ما در دنیای علم و عقل و واقعیتیم، علم و عقل و واقعیتیم و این هیچ شباهت و ارتباطی به موضوع احساس و باور نداره، برای که اونا بسیار خطرناکن. بذارید من ازتون خواهش کنم برای که فکری بکنید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، به من بگید رفتارش، حرفاش، گفتاری، همکنون نرید به گذشته، تو 2 سال اخیر چی بوده یا چه هست، یا وقتی با شما حرف میزنه اون چی میگه، چی میخواد، به دنبال چیه، چه درباره درسه، چه دوستاش، چه آیندهش، چه ازدواج، چه خانوادهش، هرچی که به نظرتون کمی غیر عادی است، حتی اگر خیلی هم مثبت اونم میتونیم بشنویم، ولی بیشتر بار بد و منفی داره کدامه؟ آقای دکتر من سعی میکنم همه رو به صورت تیتروار براتون بگم که اون سال اولی که وارد دانشگاه شد اصلا تقریبا درس نمیخوند و میگفتش که تو این سالایی که شما نذاشته بودین من
یه خورده بگردم آزاد باشم، حالا یه پارتی برم، شب بیرون باشم و اینا، یه مقدار سرگرم اون شد. ولی الان که تقریبا 3-4 ترم گذشته هیچ کدوم از امتحاناتشون رو پاس نکردن. ای وای میسته به ترم بعد. نه آخه داره چی کار میکنیم؟ نه نه شما در حدی که میدونین سر کلاس میره درس میخونه، اگر نه روزش رو چجوری به شب میرسونه و شبش رو بسونه. سر کلاس ها رو میره ولی با ترس، با اینکه با هیچ کسی هم ارتباط نمیگیره و فقط داره وقت رو میگذرونه. یعنی اونجوری نیستش که بهتون بگم حالا کار خاصی هم میکنه، ظاهرا دانشگاه رو میره میاد خونه یه چند ساعتی استراحت میکنه، ولی بیشتر وقت رو میکشه تا حالا بهتون بگم کار خاصی. خب چجوری میکشه؟ نه چه کار میکنه؟ مثلا یه دفعه یه سریال نگاه میکنه یا یه چیزی برای خوش درست میکنه. شبا اونجوری نیست که دیگه بیرون بره یا حالا نهل مشروب و به حال پارتی و نهل خوشگذرانی هایی که بگم حالا دور و برش پسرهای زیادی باشن. نه جدیدن هم با یه آقا پسری آشنا شده که در سطح خیلی ابتدایی با هم میرن و میان، ولی بیشتر وقتا رو میکشه و خیلی هم از زندگی روزمرهش گله داره. همش هی به من میگفت زنگ بزن از آقای دکتر هلاکویی بپرس، من که الان دوستی ندارم، هیچ لذتی ندارم. یعنی به عنوان یه دختر 21 ساله. خب چرا خودش نمیاد تلفن کنه؟ ای فارسی میتونه با من حرف بزنه؟ فارسی میتونه حرف بزنه ولی خیلی حرفا رو سریع متوجه نمیشه. یعنی راحت نبود پای تلفن از من خواهش کرد، چون من خیلی از حرفای شما رو تو این سالهای آخر براش میگم، باهاش حرف میزنم، ولی موندیم الان چی کار بکنیم که آیا از این. خب آخه من هنوز تشخیصی ندادم. از من از شما ببینید اصطلاحاتی که به کار برید گفتم یه مقدار احساسی و اعتقادیه. وقت رو میکشه، یعنی من میخوام ببینم فرض کنید الان ساعت 6 بعد از ظهر رفته خونه و تا 10 نمیخوابه، این 4 ساعت چجوری وقت رو میکشه؟ آقا دکتر یا تلویزیون نگاه میکنه، یعنی منظور فیلمایی رو نگاه میکنه، یا اینکه تلفن صحبت میکنه با یکی از دوستاش که حالا توی شهر خود ما هنوز هست، یا اینکه تو اینستاگرام و تو این شبکه ها میگرده، یا گفتم یه شام کوچیکی درست میکنه و. خب بنابراین انگیزه‌ای برای پیشرفت و روش نداره عزیز. خب ما بهش یعنی... بیا بیرون این رشته من بل بکن، باز میگه نه من میخوام لالالا اینجا بمونم و تو این شهری هم که خیلی شهر کوچیکیه و همشون هم نوازی الا بلا و نداریم. باز رفتیم را الا بلا. شما در یه سن، دختر شما پرفینی در یه سن و سالی هستید که باید هدفهایی داشته باشه که امروز به نظر میرسه هدفش آمادگی علمی و گرفتن یه مدرکی است که بر مبنای اون بتونه شغل و کار و درآمدی داشته باشه که خوب زندگی تکلیفگر از این که نیست. هیچ قرار نیست با هیچ چیز دیگه بجنگه، قرار نیست کار خاصی بکنه. بنابراین حرف این است که تو یه مدرسه داری و یه درس، چرا این مدرسه رو به صورت جدی نمیگیری یا اگر میری، و چرا درسات با نمرات خوب همراه نیست؟ پاسخش چیه بشم؟ میگه من خیلی تنها اینجا. یعنی چی تنها؟ یعنی چی تنها؟ مگر قرار آدم برای درس خوندن باید چند نفره به صورت کور بخونه؟ تنهایی یعنی چی؟ برای تنهایی تو چجوری میشه رفت کرد؟ برگردی شهر ما حل میشه؟ خب برگرد. مقصودت از تنهایی چی عزیز؟ ببینید باز برگشتم سر اون مسئله، حرفایی که میزنه نامربوط و بیمعنیست. من تنها هستم، تو انتخاب کردی تنها باشی. تو میتونی توی دانشگاه که میری با 4 تا دختر دوست بشی، با هم برید یه قهوه بخورید، با هم میتونید برید سینما، میتونید درباره هم گونه که بقیه مردم هم انجام میده. من تنها هستم. ببینید حرفا بی‌معنی، پشتش توضیح و توجیه، چون اونشون دنده که چرا تو تنهایی. برای تنهایی رو من همین الان ایشون میتونه تلفن کنه به دوستش، باشن با هم برم سینما، به یک اعتبار کنار یه نفره، یا بگه باشو بیا خونه من اینجا، یا من میام خونه تو. یعنی این چیز عجیب و غریب نیست، کار عجیب و غریبی قرار نیست بکنه. من که ببینه میگن اگر تو تنهایی باید بری بیمارستان دوای دکتر مریضا رو بدی که بگم بلد نیستم. نه ببینید دخترتون رو وادار کنید با کسی حرف بزنه، برای که اینا اصلا علائم خوبی نیست. خب شما من یه پیامی دادید که من یه مقدار بکنه نکنه باید نباید داشتم. خب اینا برخی از اوقات زمینه استراب، افسردگی و خشم رو فراهم میکنه، یعنی ما رو میبره تو مثلث زحمت و نکبت، استراب، افسردگی، خشم، وسط چم استرس. خب وقتی توی مثلث زحمت افتادیم گرفتاریم، ای بیرون نیم از پا در میاییم.
45 سالگی که دیگه به یک اعتبار وجود نداریم، اگر هم هستیم یه زنده متحرکیم. موضوع جدی بگیرید عزیز. با لغت تنها هستم و درسم هست و ول کنم و چی بخونم و اینا، اونم تازه یه رشته مثل رشته حقوق که خودتون میدونید یه مقدار مال افراد بومی اونجاست، و بعدم مال یه آدم اجتماعی، مال یه آدم گوشه‌گیر منزوی که نمیتونه باشه. حالا اصلا موضوع من بذارید باز، چون خودتونم اشاره کردید، اون چیزی که امروز اصل سلامت روانی و خوشحالی و احساس خوب دختر شماست، مدرسه یه وسیله است، هدف که نیست. بنابراین برخی از اوقات اصلا صلاح فرزندان ما این نیست که دانشگاه برن یا درس بخونن، درست مثل این که صلاح ما نیست که اگر پامون شکسته بریم فوتبال یا بسکتبال بازی کنیم. بهتر نکن یکی این موضوع رو با جدی بگیرید و با این حرفا اصلا به جایی نمیرسید. بله چشم. من سوال دیگه راجع برادرم هم داشتم، نمیم اجازه دارم بپرسم؟ وقت دارم با تون صحبت کنم؟ بفرمایید. من برمیگردم به اول صحبتم که بهتون گفتم متاسفانه تو خانواده ما همه جور مشکل بوده و برادر خود منم متاسفانه دوچار خیلی از این مشکلات هست و الان به شرایطی رسیده که خب یه مقدار مشکل الکل رو داره، کارش رو از دست داده، حرف گوش نمی کنه. برادر منم حدودا بین 45 تا 50 سالشونه، مجرد هستن، ازدواج نکردن، حالت پرخوشگری و این داستانام هست که باشون همیشه درگیر بودن. الان به جای رسیدن که خب خانواده از من میخوان که تو این شرایط بهشون کمک بکنم. من فرمایشات شما رو همه رو این سال شما کار نمیدونید کنید. پس یه مرد 40 ساله فقط میدونه بره دکتر، اون همه مشکل الکل داره که معلومه خیلی گرفت. بله آقای دکتر، اونا رو نمیگن حل بکن، میگن خب الان که حالا مشکل کاری پیدا کرده و خودش هم ظاهرا میگه من الان الکلی نمیخورم، که من به شخص باور ندارم، ولی خب مادر پدرم چون دور هستن ازش و یه مقدار هم خب سنشون بالا، سعی میکنن همه چی رو خوب ببینن، یا اینکه آرومن میگن همه چی اوکی، ولی من فکر نکنم، میگن خب دستشو بگیر کمکش بکن، مشکلات مالیشو یه ذره، ولی من الان نمیدونم. شما اصلا مشکل مالیشو نمیتونید حل کنید؟ اصلا درست مثل این است که بگید من بغلش میکنم برمش که بذارمش کنار زمین در فوتبال، های کسی پا شکسته فوتبال هم نمیخواد بازی کنه چیکارش کنه؟ شما چرا گوش برد پدر مادرتون میدید؟ اونا چه دلیل داره تشخیص بدن موضوع و مسئله چیه و مشکل چوری میشه حل کرده؟ هر روز این برادر تماس میگیره با ایران که من الان اینم، الان تو غذا نیست، الان نمیدونم این نیست اون نیست، موندم یه حالا برو کار بکن، جو خیلی بدی رو ایجاد کرده. بعد خب بیخود متاسفانه یه تومور خیلی بدی داشتن که البته خدا شکر بدخیم نبود و مشکل حل شد. من الان نمیدونم دقیقا مشکل اون بیماری هم حل شده، میترسم. عزیز من تا شما نصب کنید، شما تا زمانی که ندونید مسئله و مشکل کجاست، تا زمانی که ندونید من کجا هستم، چطور میتونید من بگید چجوری بیا برس به این خونه یا به این بیمارست؟ این اول. دوم که به صرف اینکه باید یه کاری کرد پدر مادر شما ناراحتن، اونم یه بازیگری است که به جایی که کار بکنه پدر مادرتون ناراحت میکنه، خیلی از اوقات باید محکم سرش به سنگ بخوره. بعدم اینکه این بازی ها رو در میاره که معنا نداره عزیز. بعدم او داره در حقیقت به یه نوعی میگه که به خواهر من فشار بیاد به من پول بده. خب بسیاری از اوقات این خدمت نیست، خیانته. خب مادر منم این رول رو گرفته دستش و منم خوندم وسط، فکر کنی شما هیچ وسط نمونده یکی زنگ بزن و بگه من نمیتونم ندارم فلان. خب برو کار کن. من تو این سالا واقعا چرا یک کسی در اروپا نره کار بکنه و زندگیشو بچرخونه؟ کار کرده آقای دکتر، من تا خوب زمین به خاطر همین کارهایی که خب اخلاق نداشت، به خاطر مشروبی که خورد، به خاطر بی‌برنامگی. خب خب خورد دوباره پاشو بره سر کار، فردا صبح بره کار بکنه، ساعتی نمیدونم 10 یورو بهش میدن. اینکه شما فکر کنید به او باید کمک کنید به خاطر ناراحتی پدر مادرتون، به خاطر بازی و قبازی، همینجاست که بچه‌ها رو بیمار می‌کنه. همون که ببینید عزیز، بدترین خیانت پدر و مادر اینه که بچه‌ها رو از کار بیاندازن. بدترین خیانت خواهر برادر اینه که کمک کنن به اونایی که از کار بیفتن. چرا من حرفم این است که بچه 8 ماه 10 ماه توان، حد 10 ماه توان داره که جورابشو با کمک شما در بیاره، باید کمکش کرد در بیاره. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها باید بتونن رو پای خودشون بیستن،
با مغز خودشون فکر کنن، با زبان خودشون حرف بزنن، با دست و پای خودشون کار بکنن. ما که نمیتونیم بریم دست و پاشون رو تکون بدیم. اصلا نمیخواد خودشو تغییر بده. از یه طرف خب من خونه خودم رو با چنگ و دندون، یعنی من به خاطر اینکه پسرم الکلی نشه، شما نمیدونین چقدر اینجا حالت جنگیدنی که سعی کردم متوجه متوجه همه کار بکنم که برای خانواده بیمار و گرفتاری داشتی در اونم کار تو مادر هم ناراحتن باشون. با شما که ناراحتی مادر رو با کمک کردن به برادرتون که خودش خطر بیشتری و دردسر بیشتری داره، تازه برای شما میلیونر هم بودید که تازه باید از خودتون بزنید برید به اون، برای خودتون گرفتاری خانواده خودتون و بچه های خودتون دارید. ببینید چرا من عرض میکنم ما دو تا بدبختی داریم، وابستگی و مهرطلبی است. دقیقا حرف شما همینه. از یه طرف وابستگی خانواده است، به هم از جانب دیگه شما میخواید همه رو خوشحال و راضی کن. کارتون تموم. 50 سال فریاد میزنم وابستگی و مهرطلبی ما رو از پا در آورد. این یه بدبختی فرهنگی است، یه بدبختی اجتماعی است. و شما مثل بسیاری از دوستان تشبیه روی خط با هم صحبت میکنیم به همین جا میرسیم. مادر شما ناراحت ناراحت باشه، مادر شما سزاوار ناراحت باشه، برای که نادانه، برای اینکه نخواسته مسائل مشکلات رو بدونه و حل کنه. حالا میخواد مشکل فرزندش رو از راه دور از طریق اینکه خواهر برو به این برادر پول بده که اون کار نکنه حل کنه. ناراحت که ناراحت. ما تو دنیایی نیستیم که عزیزم بخوایم از راه بد و غلط و خطرناک مسائل و مشکلات مردم رو حل کنیم. این مثل اینه که من به شما میگم دستم درد میکنه، بگیر خب میبره میدازمش رو روی دست درد نداره. باور کنید پیشنهادات خانواده وابسته مهرطلب از این قبیله. پس شما اینجوری که میفرمایید من نباید وارد این بازی و وارد ابدا اصلا شما کاری نمیدید، شما همیتونید اوضاع رو خرابتر و بدتر کنید. گوش حرف مادر تو، میگه مادر این آدم میتونه بره کار بکنه و اینا بازیه و دروغه. هرچی هم شد شد. من یه مقدار نگران اون بیماری هم هستم، میترسم اگر یه چیزی بشه و دیگه خودم رو نتونم ببخشم. ببخشید من شما تلفن کنید من یه مقدار بخشش برام. عزیزم دست از این بازی ها ببینید، مهرطلب همینه. من برای چی باید احساس گناه بکنم؟ من در حالی که علت مسئله نیستم، عامل مسئله نیستم، نقشی که داشتم تازه نگرانی و ناراحتی بوده به خاطر اون، وقتی قرار نیست کاری بکنم یا نمیتونم کاری بکنم بعد احساس گناه بکنم. برای چی؟ چرا ما از احساس موقع از فرمایشات شما، البته شاید این جاش نباشه، ولی شنیده بودم که میگفتین یه وقتایی حالا آدم وقتی میتونه با پول یه مشکل رو حل بکنه این دیگه کمترین کاریه که میشه کرد. حتما هر مشکلی رو که میتونید با پول حل کنید با کار دیگه نگوید. مشکل شما پول نیست که حل کنید، شما با دادن پول مشکل به وجود میارید. شما مشکلتون با مسائل مالی گل نمیشه. شما من بگید برادر من به من بگه خونه رو به اسم من کن، من دیگه الکل مصرف نمی کنم، بگم این مطمئنی خوب بکنید، مسئله ندارم. در شما یه برادر 40 چند ساله رو چکار رو باید بکنید؟ اونم تو اروپا. ببینید عزیز آقای دکتر، ما مردم خیلی چیزا یاد گرفتیم. خب منم دقیقاً عرضم همینه عزیز من. یکی شما رو ببینید از نظر من چه مشکلی دارید. مشکلی دارید که ما بشکیم تاکسی گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایطی که اصلا ندارید، که مال 3 تا 6 سالگی آسیبه. یعنی من فکر کنم از عهده کاری بر میام یا میتونم بر بیام یا میتونم انجام بدم، ولی هیچ کاره هم مثل حق بازی است که بچه های کوچولو میکنن برای که مثلا پدر و مادر رو با هم آشتی بدن، یا فریب کاری که نکنید. من فقط میخوام این جمله رو اضافه کنم که من خودم البته با فرمایشات شما خیلی دیر آشنا شدم. یه گله هم شاید گله نشه گذاشت، ولی یه درد دلی هم بود که من 24-25 سالم بود یه دفعه اومدم رو خط با شما صحبت بکنم، یه ذره دعوام کردین. خب اون زمان به خاطر جوانی و نادونی خودم و اینکه همیشه با من همه جا تو خانواده دعوام کردن، یه ذره دلم از شما گرفت و متاسفم. خب گرفت که گرفت، فهمیدم نمی من خودم رو دارم میگم، میگم اشتباه خوب بکردم. اصلا به شما اشتباهش بود، به من چه مربوطه؟
شما گوی عزیز من ببینید دقیقاً مردم مهرطلب اینه که من بشینم رو خط رادیو هر کس که میاد لیلی بلالاش بذارم و تمام بدبختیاشو ثبت کنین، تمام دقیقاً همینه، معلومه میجنگم، تازه من رعایت میکنم برای رادیو، برای که در نخه ابداً نمیگم، نمیخوام تاییدم کن، ابداً نمیخوام تاییدم کن، من دارم میگم ماها، من خودم به عنوان یه جوان ایرانی اون روز نمیفهمیدم که شما دارین چی به خب نمیفهمید که نفهمید، معلومه الان وقتی نمیفهمه اشتباه میکنه عزیز من. اصلا از این ببینید هنوز مهرطلبی داره دمار از روزگار ما در میاره. من اوایل که برنامه رادیو شروع شده بود اصلا یه عده‌ای باورشون نمیشد رادیو رو قطع می‌کردن، حتما هم بهشون حق میدادم که قطع کنن، بلکه تموم شد این بازی مسخره ابلهانه. یه بیماری رو من چجوری بهش جواب بدم؟ مثلا آدم اینمونی که هروئین و کوکائین مصرف میکنه میگه من بهش ندیم ممکنه بمیره، بریم بهش بدیم، معلومه تمام بوده. چرا جنگیدن؟ خب آقای دکتری، دختر 23-24 ساله که تازه از ایران اومده، خب اینا رو نمیفهمیدن که شما چی دارید میگین. چطور نمیفهمیده؟ چطور میتونه؟ صبر کنید، صبر کنید. چطور این دختر میتونه بفهمه رابطه جنسی برقرار کنه و بچه دار بشه؟ چطور میتونه پاشه از کشور بیاد بره بره اروپا؟ نمیفهمه که خانم عزیز، آقای عزیز، یه چیزی که غلطه غلطه و قرار نیست ما برگردیم بگیم نه درسته. ما قرار نیست برگردیم بگیم یه آدمی که مرده، نه خیلیشون فقط نفس کشیدن یا چون رفته مرده. معلومه که اصلا از خودم دفاع نمی کنم عزیز که فکر کنید، یا اصلا از دست شما گله و شکایتی ندارم، متوجه باشید چی عرض میکنم. روزی که یه آدمی از 1973 فریاد میزده ما مشکل وابستگی و مهرطلبی داریم، تومار ایران رو، جامعه ایران رو از هم میپاشه، باید با این جنگید. بعد من حالا بیام رو خط رادیو مهرطلبی رو پیشه کنم؟ هرگز، هرگز. اصلا ناراحت میشید بشید. این درست مثل شما برید تالو دکتر این سالا که رو حرفای شما فکر کردم و فهمیدم. اصلا نمیخوام فکر کنید عزیزم، عزیز من، اصلا مهم نیست که شما چه کردید، اصلا چون نمیخواید توجه کنید. هنوز باز مهرطلبی ولتون نمیکنه. من نه گله ای از شما دارم، نه احساس بدی میکنم، ابدا اتفاق خوشحالم میشم که کسی به گمانم رو خطت آنچنان با توپ و تشر زدی که من اصلا خیلی چیزا رو ول کردم. دقیقا نشون میده ما چقدر مشکل داریم که من برم پلو دکتر، دکتر بهم بگه تو یه بیماری کشنده داری، من از دست دکترم عصبانی بشم چون دلم میخواد بگه الحمدلله هیچ چیزی نیست و خدا اگر بخواهد 120 سال عمر میکنه. آخه این حق بازی تموم شده دورش عزیز. یه ملتی که مشکلش مهرطلبیه، یه ملتی که مهربان نیست، یه ملتی که با خودش مهربان نیست، یه ملتی که دشمن خودش خودشه، بعد تمام مدت انگشت تا متوجه دیگران میکنه، یه کسی که فرصتی پیدا کرده یه رادیویی در اختیارشه و میتونه حرفش رو بزنه، چرا حرفش رو نزنه؟ معلومه که من اصلا از شما دقیقاً کار درست رو کردین. نه باز شروع کرد دختر عزیز، خانم عزیز، اصلا من کاری بهش فهم و درک شما ندارم، من اصلا اهمیت نمیدم عزیزم. ما تو دنیایی هستیم که اون چیزی که ما رو کمک میکنه واقعیت و علم و عقله. روزی که شما احساس، از اولم خدمتتون عرض کردم چرا مسئله دارید، چرا با برادر مسئله دارید، چرا با دخترتون مسئله دارید، برای که احساسات و اعتقادات شده موضوع اصلی زندگی شما، در حالی که تمام عرض من اینه چرا رادیو همراه میگه اصل و اصالت یعنی همه چیز، انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه چرا خط میکشه به روی دو چیزی که تمام جهان با اون میگرده، احساسات و عواطف و هیجانات، فیلینگ اند ایموشن، و باورها و اعتقادات، ولی حرف اینه که این دوتا منشأ و ریشه همه بدبختی ها، گرفتاری ها و مشکلات ما هستند، مگر اینکه این احساسات و هیجانات و باورها مبتنی بر علم و عقل و واقعیت باشد و اخلاق و انسانیت و معلوم مسئولیت، چون اونا یک مجموعه هست. درست بس که شما در اروپا زندگی کنید یا ایران یا امریکا، همه چیز متفاوته. و تمام گوشش منم اینه، ابداً هم صحبت شما رو نه به صورت گله‌ای، شکایت، ابداً، و یا اصلاً در رو. حرف من این است که میدونم کجا ایستادم و چه کردم، میدونم که من وقتی که قراره با یه میکروبی، با یه ویروسی، با یه بیماری بجنگم، که نمیتونم با احترام از بیماری بسیار عزیز و رفیع کرونا صحبت کنم و بعد دارو رو یه جور دیگه توصیف کنم. میفهمم اینتون. الانم عرض من خدمت شما اینه،
گوش به حرف پدر مادر رو ندید، گوش به حرف برادر رو ندید، برای که خودتون اذیت میشید، به زندگی خودتون نمیرسید. نگران عذاب وجدانتون هم نباشید که اگر اتفاق بدی افتاد خودتون رو مسئول و مقصر بدونید. ندونید. چرا من ابدا خودم رو به هیچ وجه مسئول و مقصر گفتگو با شما نمیبینم؟ ابدا. تازه خودتونم دارید حالا به یه نوعی بیانش میکنید، برای که نیست عزیز، نیست. کسی که واقعیت رو نشون میده، کسی که حقیقت رو نشون میده، کسی که ما رو با مسئولیت آشنا میکنه، معلومه که سخته، تلخه، معلومه که یه جا مرگه، یه جا لجنه، یه جا کثافته، ولی این معناش این نیست که نباید اینا رو گفت. اینا همون چیزیست که ما رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. بنابراین خودتون اذیت نکنید. شما اگر میتونید برادر رو ازش بخواید که بره کمک بگیره، ولی این کمک شما نیستید و این کمک کمک مالی نیست. مسئولیت و گناه و احساس نمیدونم عذاب وجدان اینا رو لطفا پست کنید، بفرستید برای من، چون من از اینا بسیار دارم. خدا ستون کنه. ممنون از راهنماییتون، ممنون از اینکه به من وقت دادین باهاتون صحبت کنم. خواهش میکنم. مواظب خودتون عزیزان. خوش خدا بر. رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر. سلام بفرمایید. وقتتون بخیر. صبحتون بخیر. البته خواهش میکنم بفرمایید. با مشکلی که برای پسرم ایجاد شده توی مدرسه باهاتون صحبت میکنم. پسرم 10 سالشه، کلاس 4 هست. من خودم 50 سالمه، شوهرم 60 سالشه، خیلی دیر ازدواج کردیم، تنها بچه‌مون هستش. از کجا تلفن میکنید؟ از نوادا هستم. چه مدتی امریکا هستید؟ من 11 ساله، ولی شوهرم از 30 سالم بیشتر هست که اینجا هستم. یعنی ایشون اینجا بودن، با شما آشنا شدن، ازدواج کردن؟ بله، از خواهرشون در ایران آشنا شدم، ازدواج کردیم، اومدم اینجا. چند سال ازدواج کردید؟ 11 سال. اوکی. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ هر دو رشته فنی خوندیم. من که اومدم اینجا دیگه کار نکردم، همسرم که الانم بازنشسته هستم. خب حالا موضوعی که با پسرتون هست یا مدرسه‌ش هست چیه؟ پسرم میخواین در مورد ایشون بگم که من بازنشسته خوبی با ایشون بله نه هرچی هست شما به من فرمودید که درباره پسرتونه. بله، پسرم کلاس 4 هستن. حدود تقریبا 20 روز پیش یا 25 روز پیش از مدرسه تماس گرفتن که پسر شما دستشو گذاشته رو پای یکی از دخترای هم کلاسیشون و این دچار مشکل کرده، دختر رو ناراحت هستن و بیان که پسرتون رو با هم صحبت بکنیم. ما رفتیم اونجا. دست گذاشته رو پای پسر دختری؟ یا بیشتر از اون؟ نه نه، همون فقط پاشو رو دستشو گذاشته روی پای اون دختر. خب اون روز ما رفتیم مدرسه صحبت کردیم با اون مشاور و مدیر و اینها، برگشتیم خونه و فکر کنم مثلا 2 هفته بعدش دوباره تماس. نه صبر کنید. شما به من بگید گزارشی که اونجا بهتون دادن پسرتون چه؟ ببینید، یه زمانی است که دست آدم گوشه رو پای دختری 5 ثانیه، یه زمانی است که 5 دقیقه، یه زمانی فشار داده. چه کرده بود؟ گزارش دادن که این چی کار کرده و کجا؟ تو وقتی که بستا وقت تفریح بوده، سر کلاس بوده، گزارش چی بود؟ گفتن پسر شما چه کرده؟ میشه اون من بفرمایید؟ بله، همین، فقط گفتن که در توی کلاس بودن، دستشو گذاشته روی پای اون دختر، یکی از دخترای کلاس، و این باعث ناراحتی اون دختر شده. به چه مدتی؟ کمتر از مثلا همون 5 سالی که شما میفرمایید. اوکی، بسیار خوب. بله، بعد از اون 2 هفته بعدش تماس گرفتن و گفتن که توی صف که بودن، پسر شما خودشو مالیده مثلا به نفر جلویی خودش که یه پسر هستش، و این باز ناراحتی اون پسر شده، گزارش شده به ما، و این داره نگران کننده میشه واسه ما. گفتم خب واسه ما هم همینطور هست. و این یک روز بهش استراحت دادن از مدرسه، موند توی خونه که با هم صحبت. حالا من همینجا یه لقه صحب کنیم. مورد اول، پسرتون چه توضیحی داد براتون درباره ماجرای دست گذاشتن رو پای اون دختر خانم؟
اون موقع که وقتی اون رفتیم خیلی گریه میکرد اونجا، استرس خیلی داشت، ناراحت بود و میگفت که بعد بچه ها به من میگن اسمشو میارن و میگن مثلا فلانی تاچی هست، تاچ میکنه، و من تحت تاثیر حرف بچه ها قرار گرفتم و این کار رو کردم. بچه ها بهشون میگن تاچی، من تاچ کردم یعنی چی؟ هم توضیحی که به ما داد همین بود. آخه عزیزم اگر فرزند شما قبلا تاچ نکرده که همچی بچه هست بروش نمیزنه. نه ما تا الان هیچ گزارشی نه توی مدرسه. من راجع به گزارش نمیگم. نه صبر کنید. بسید ذره واقع بیدانه با موضوع برخورد کنیم. بله. شما رفتید اونجا به شما پسرتون میگه که به من میگن تو تچی هستید، منم رفتم تا تحصیل کنم تچ کردم. خب حرف این است که چرا تو رو تچی میدونن؟ می تو چی کار میکنی؟ خب پس قبلا این کارا رو کرده. دقیقا من همین سوال ازش رو میپرسیدم، گفت که نه من همچی کاری نکردم، تا الان کاری کم انجام نشده، اتفاقی نیفتاده. یعنی واقعا با توجه به شناختیم که من ازشون دارم فکر نمی کنم مثلا قبلا کاری کرده باشه اتفاقی. پس چرا بچه ها بهش میگن تچی؟ بگم نمیدونم. خب حتما نمیدونی، بلکه ببینید اینجا که دادگاه نیست داری دفاع میکنید، اونم به صورت فرد جمع به کار میبرید، پسرتونه، به بچه است. خب حالا مورد دومو چی میگه پسرتون؟ میگه نه من نکردم. اوکی خب بله. بعد بعد شما چه کردید یا چه شد؟ هیچی، اومدیم خونه و میگم یک روز اجازه بهش ندادم بره مدرسه چون استراحت بکنه و صحبت بکنیم. دوباره باهاشون صحبت کردم در مورد این مسئله، ایشون گفتن که نه همچی چیزی نبوده، من میخوام با تراپیست صحبت بکنم. بعد دیگه مشغول اون کارا شدیم که با تراپیست براش وقت بگیرم و دو سه روز بعد از اون اتفاق دوباره از مدرسه تماس گرفتن که گفتن پسر شما توی کلاس به یکی از بچه ها گفته معلم منو بوسیده و این باعث شده که اون پسر برچسب بزنه به پسر شما و به معلم و باعث شده که بی‌نظم بشه کلاس و پسر شما رو که خواستیم گفته نه من خیلی نروس بودم و اصلا نمیدونستم چی دارم میگم و این حرف رو زدم و ما نگران پسر شما هستیم. گفتن که پسر شما به یکی از بچه ها گفته من معلم رو بوسیدم؟ نه معلم اونو بوسیده. معلم منو بوسیده. بعد وقتی بهش گفتی چرا این حرف رو زدید گفته چی؟ من زیر فشار بودم این حرف رو زدم؟ بله گفت که اون پسر انوینگ میکرد و فلان و این چیزا. من گفتم اصلا این دلیلی نمیشه که شما این حرف رو بزنید، چرا این حرف رو زدی، چه معنی داشته؟ و مدرسه هم بهش گفته شما حرفی که زدی برای معلم شما درد سره، ما باید پلیس رو خبر بکنیم و همین اتفاقات هست و باعث میشه که حتی معلمت اخراج. تو چرا این حرف رو زدی؟ بعد که با من صحبت کرد گفت من تو یکی از این فیلمایی که اینجا نشون میده مثلا سریالی که نگاه میکردیم اینو دیدم تحت تاثیر اون این حرف رو زدم. و بذارید ازتون چند تا سوال کنم. سوال اول، پسر شما در چه زمینه دیگری از شستن دست و صورتش یا حمام رفتنش یا غذا خوردنش یا لباس پوشیدنش یا ارتباط با شما یا با پدرش و نوع حرفا کجا رفتارش غیر عادیه دیگه؟ قبل از اینکه اینو من جواب بدم یه برگردم به عقب که من 2 سال پیش هم پسرم رو اومدم کالیفرنیا پیش آقای محمدی و تست تووا رو از ایشون گرفتن و ایشون همون موقع فرمودن، ایشون پسرم 8 سالش بود اون موقع، دقیقا روز تولدش هم بود که رفتیم و ایشون گفتن که ایشون ADHD خفیف وسواس و اضطراب خیلی خفیف دارن که نورو فیدبک تجویز کردن که ما متاسفانه شوهرم موافقت نکرد با این کار رو انجام ندادیم. در رابطه با سوالی که شما فرمودین، قبلا وسواسایی داشت نسبت به مثلا حمام رفتنش، اگه حمام میرفت مثلا خیس بود اصلا نمیرفت، پا نمیذاشت، وقتی میرفت توی دستشویی مثلا اگه چون ما یه گربه هم داریم اونجا، اگه مثلا رفته باشه اونجا گربه قبل از ایشون و بوی میداد مثلا نمیرفت باز اونجا. وسواس اینجور داشتم ولی الان ندارن خوشبختانه، این وسواس
مشکلات رو ندارم. اوکی، حالا بریم سراغ سوال بعدی. لطفا با یه دقت، تو خانواده پدری و مادری شما میدونین ای بس با صد نفر میشن، پسرم و دختر خاله پسر، مشکل و مسئله روانی از مخصوصا استراب و وسواس و یا خشم و عصبانیت و اینها چی دربارش میدونین؟ درباره همسرتون هم طور چه کسانی رو میشناسید با یه ویژگی های هم از این کارا پر دکتر رفتن برچسبی روشون خورده یا نخورده؟ چه چیز غیر عادی در فامیل پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون ازش خبر دارید؟ اولین مورد همسر خودم هست که خیلی وسواس هستن، اهل نظم و ترتیب و تمیزی بسیار هستند و عصبانیتشون هم بسیار زیاده، یعنی بر اثر کوچکترین مسئله عصبانی و ناراحت میشن. تو خانواده خودمون هم هست، بله، اضطراب هست، نگرانی، افسردگی، بله، متاسفانه هست. اوکی، ببینید آیا هیچ بیماری سنگین تری بوده که بستری بشن؟ نه، خوشبختانه تو خانواده خودمون که من ندیدم. نه، ماجرای خودکشی و اینا نداشتید؟ نه، خوشبختانه. در مورد همسرتون مطمئنید؟ بله بله. خب اوکی، بذارید من به شما بگم، حداقل تشخیصی که در مورد پسرتون هست این است که پسرتون دو تا جنبه داره. یکی وسواسش، یعنی یه وسواسی است که به صورتی او رو به یه اجبار و تکرار و خارج از کنترل قرار میده، یعنی یه چیزی همطوری که خودتون گفتید مثل حمام رفتنش یا هر چیزی از این قبیل براش یه دفعه ده برابر و صد برابر آزاردهنده یا بد یا غلط یا خطرناک میشه. این مورد اول. دوم، یه حالت ایمپالسیو داره، یعنی برای تخلیه خودش و رهایی دست به کار غیرعادی میزنه و این همون چیزیست که بسیاری از آدم ها هستند تو همین مورد که فرض کنید تو اتوبوسند و یه خانم یا آقای جلوشون ایستادند و به بدن اون نگاه میکنند و یک دفعه این احساس که من حالا دست بزنم چی میشه، مثلا حالا اگر یه بهانه پیدا کنه که خب به دلیل فشار جمعیت این کار میکنه، ولی برخی از اوقات میدونه مثل آدمی که باید یه انرژی رو رها کنه، خلاص کنه، این کار رو میکنه. یا این حالت رو حتی توی آدم های بزرگ سال، حتی آدم های برخی از اوقات بسیار معروف، حتی فرض کنید مثل یه رئیس جمهور هم دربارش گفتن، یا خودش این مسئله رو مطرح کرده که من برخی از اوقات درست مثل این که رهایی من در اینه که دست به چنین کاری بزنم. این رو توی مورد دیگه توی مردان در جهت نشون دادن بدنشون و حالت تناسلشون هست، یعنی فرض بفرمایید که در یه جایی توی پارکینگی یه آقایی برای 5 ثانیه خودش رو به یه دختری یا دو تا دختر نشون میده و بعدم میره، هیچ کاری هم نمی کنه. یعنی فقط یه نوعی رهایی است و به همین جهت که این افراد برخی از اوقات یه لباسی تنشون میکنن که 10 دقیقه طول میکشه به خاطر پیچایی که داره که بتونن اوریان بشن، برای که بتونه فشار رو تحمل کنه میگذره، ولی اگر باشه مثل آدمی است که داره خفه میشه و باید نفس بکشه این کارو میکنه. و ریشه عمیق و سنگینش در دو چیزه، یکی در استراب و وسواس سنگینه و یکی در خشم و عصبانیت، یعنی یه نوعی قصد تخریب رو داره و میتونه خطرناک بشه. یعنی تو بزرگسالی برخی از اوقات تبدیل میشه به شاپ لیفتینگ که از مغازه چیزی برداره، یعنی حتی بدون که استفاده کنه یا احتیاج داشته باشه. بعدم یه مقداری تبدیل میشه به اینکه بخواد خودش رو به دیگری همطور که گفتم نشون بده. و به نظر میرسه که شما یک روان پزشک میخواید و پسرتون احتمالاً حالا مسئله ADD و ADHD رو شاید بشه کمک کرد، ولی به اون موضوع اونقدر مرتبط نیست، ولی دارو میخواد عزیز. یعنی باید این حالتهای خارج از کنترلش رو که ریاکشنری عمل میکنه، یعنی مثل توپی که میخوره زمین بالا میاد، یه حالی پیدا میکنه و در لحظه کاری رو انجام میده و این اونقدر در اختیارش نیست، ولی البته با بالا رفتن سنش هم مسئله حل نمیشه.
نتیجتاً شما یه زمینه استراب و وسواس سنگین و شدید رو دارید که باید بسیار مواظبش باشید و باید کمکش کرد تا حدودی که خودش هم میدونه که وارد مرحله ای نشه که اینگونه باشه. مثلا سر کلاس یک اگر مثلا روی نیمکته یا صندلی پلوی صندلی دختر نباشه، چون باز پسر و یا اصلا جدا باشه. نه کلامتون خیلی عذر میخوام، توی کلاس این کارو کردن، مثلا جداش کردن فعلا و توی صف درس خودش به خودی خودش مسئله است عزیز. بله منم از همین نگرانم و با مدرسه هم صحبت کردم، بهشون گفتم که این مسئله خیلی کمک فکر نمیکنم بکنم. نه کمک نه، آخه کمک میکنه ولی گرفته کمک میکنه برای دیگران و جلوگیری از دردسر، ولی پسرتون با یه چنین برچسبی آسیب میبینه. یعنی همون از اون برچسبش نگران، همون برچسب بودن. بله خب البته شما دستگران آب دادید به همسر شما تو سن 50 سالگی خواسته بچه دار بشه، هورمونتون دیگه نشدید حالا دیگه ول کنید. حالا اون که گذشته رفته، بذارید وارد اون بحث نشیم. ببینید عزیز، تنها موردی که الان من جمله رو تکرار میکنم اون دارم شنوندگان عزیز بدم، من سخت مخالف به اصطلاح هوم اسکولینگ هستم که بچه‌ها در خانه درس بخونن، ولی من فکر می‌کنم شاید صلاح شما این است که برای مدتی از یه سیستم دیگه استفاده کنید که وارد محیط آموزشی نشه، برای که اگر بشه این برچسب رو داشته باشه خودش بیشتر خطرناک و بدتر میشه، و اگر نشناسنش خب دیر یا زود ممکنه دست به کاری بزنه که همونجا مسئله بشه. ضمناً مدرسه‌ش هم اگه میتونید فعلا عوض کنید. بله من یکی از برنامه‌هامون همون بود، تماس هم گرفتیم با سی اس سی، ولی متاسفانه تا الان جواب به ما ندادن برای تعویض مدرسه. بعد یه نکته دیگه من بگم، پسر من از نظر قد و هیکل خیلی از هم کلاسی خودش بزرگتر هست، یعنی حدود 12-13 ساله میخوره، شاید هم بزرگتر. میگم در حال مسئله داره بلوغ، نه بلوغ به بلوغ ارتباطی. پسر شما با یه وسواس سنگین و شدید و یه حالتهای کاملا خارج از کنترلی که ببینید شما یعنی چیزی به چشم من و شما نزدیک، شما چشمونو میبندیم دیگه، یعنی یه حالت ریاکشنری داره نسبت به موضوع و یه زمانی اصلا مسئله تخلیه است، مثل آدمی است که فشار اومده باید بره دستشویی یا باید سرفه کنه یا عطسه کنه. این حال از نظر مغزی به او دست میده و میتونه دردسر ساز باشه. بگفتم این میتونه حتی برخی از اوقات به گونه ای در بیاد که وارد حوزه و حریم جرم و جنایت بشه. کار دستون. بنابراین موضوع جدی بگیرید، ولی با کمک دارو که استفاده کنه کاملا میشه این سیستم رو از کار انداخت. و بنابراین یه روان پزشک که کودکان و اطفال میخواید، چون بهتر میشه یه سایکیاتریست که دارو رو بدن، شاید بتونیم موضوع رو کنترل کنیم. ولی مدرسه رو عوض کنید. چون من دیروز پیش دکتر خودشون بودم، باشون صحبت کردم در مورد این موضوع. ایشون در مورد دکتر خودشون ده. یعنی نه دکتر خودشون پیدیاتریک منظورم، نه بیزاره بیش از اون میخواد تو نه بله میدونم، میخوام بگم که من تا کجاها رفتم، چون ایشون یه آزمایش دادم برای بلوغ زودرسشون و اینکه منو معرفی کردم به نورولوژی برای نورو فیدبک و اینا اگه لازم باشه انجام بدم، میخوام ببینم درست دارم میرم یا نه. نورو فیدبک و اینا رو مطمئن نیستم، برای که اوضاع ذره سنگین تره بخاطر درباره ADHD شون اون یه مسئله است، ولی دارو میخوان عزیز. شما باید برید به سمت دارو و داروها ممکنه تاثیرات جنبی و جانبی هم داشته باشه، ولی چاره‌ای نیست و الا موضوع میتونه کاملا خارج از کنترل باشه. گفتم آسیب بیشتر به خود پسرتون، اعتماد به نفسش، مثلا حرمت نفسش، اونا میخوره، اونا از پادرش میتونه بیاره که به بیراهه بکشه و با یه چنین وضعیتی هم مضطرب‌تر و نگران‌تر بشه که ریشه مسئله است، هم خشمگین‌تر و عصبانی‌تر، در نتیجه کنارش هم افسردگی است. بنابراین به صورت بسیار جدی مسئله مقدار جدا کردنش از دیگران رو هم به نوعی به حساب بیارید، ولی نه جدا کردنی که دیگران بدونن جداست. مثلا فرض کنید یه مدرسه بره، بعد بگن که این آلرژی داره، مثلا بچه ها دوربرش نباشن به صورت یه آلرژی،
یعنی بوی آدم ها یا نفس آدم ها مثلا. چون من موردی داشتم که اینجوری وانمود کردن که من آلرژی دارم و بنابراین من مثلا تو کلاس ته مثلا میشینم یه صندلی کاملا جدا و درگیر فعالیت های ورزشی هم اگر میشه مثلا میتونه تنیس باشه که دو طرف تورن، نه بسکتبال و والیبال که کنار هم اند و با هم در ارتباط. اتفاقا بیسبال ثبت نام کردن برای بیسبال، حالا اون باز یه ذره از یه جهاتی بد نیست، ولی میخوام بگم برای مشکل دارید عزیز، یعنی این ماجرا ماجرای میتونه درد سرسازی بشه و به همجد است که باید با یه فرد آگاهی که همیشه کنار شماست تغییراتش رو متوجه باشن. ولی امید من این است که چون به نظر من دارو کاملا میتونه اون قسمت از فعالیت مغز رو متوقف کنه، ولی بچاره هم نیست، برای اینکه در غیر این صورت میتونه مسئله و مشکل بیافته. یه مقداری هم در درسشون هم مشکل دارن، توی مخصوصا ریدینگ و رایتینگشون، یعنی اصلا دقتی نمی کنن توی درس خوندن. خب حالا اونا یه مقداری میتونه ADD یا ADHD باشه. بعدم ببینید عزیز، فرزند شما مغزش آسیب دیده است، یعنی نمیخوام ببخشید من این اذیت هم میکنه، ولی این سن و سال وقت بچه دار شده. بله متاسفانه. خب یعنی این همه تلاش من خدمت دوستان این است که میخواید مثلا سن بچه داری مال دهه 20 برای زن، برای مردم دیگه بعد از 45 یا 50 که ابدا دیگه اسپرم نوع ناقص خودش هست و در بیشتر موارد و میتونه کار دستمون بده. یعنی اینا از اون مواردیست که نمیشه به هر هزینه داشت. حالا به هر حال اونو گذشته و رفته، ولی چون من یه مسئولیتی در مقابل بقیه هم دارم عرض میکنم، این است که فقط کمک روان پزشکو میخواید عزیز، ببینید چه میکنن و آهسته برید، نگران موضوع و مسائلم نباشید. امیدوارم از عهده با کمک دارو بتونن اوضاع رو تا حدودی کنترل کنن. خیلی ممنون دکتر، خیلی لطف کردین، خوشحال شدم. خواهش میکنم، لطف کرد، تمنون. شنگ رجوان به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.